سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره یه هنرمند و چهره های مشهور مردی که تو سن جوانی جون خودشون از دست دادن. پس خواهش میکنم تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بزنید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اون رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. در طول سالها بسیاری از بازیگران ایرانی در نتیجه حوادث یا مرگ‌های طبیعی جونشون رو از دست دادن و با شیوع کرونا نیز بر تعداد بازیگرانی که ناگهانی ترکمون کردن افزوده شد. در این میان بودن بازیگران جوانی که خیلی زود و در اثر اتفاقاتی باور نکردنی جان باختن و طرفداران خود رو در غم و اندوه فرو بردن. در این ویدیو قصد داریم شما رو با تعدادی از بازیگرای ایرانی آشنا کنیم که به شکلی نابهنگام در جوانی از میان ما رفتن. علی سلیمانی دهم آبان ماه سال 1350 در تهران متولد شد. بازیگر، مجری و طراح دکور بود. ایشون دارای مدرک کارشناسی نمایش و گرایش بازیگری از دانشگاه آزاد اسلامی بود و نخستین کار سینماییش سفر به خیر به کارگردانی داریوش مؤدبیان بود. سلیمانی عضو ثابت تیم فوتبال هنرمندان بود و همچنین از سال 1370 به آموزش کاراته و بازیگری می پرداخت. او در مرداد ماه سال 1400 به کرونا مبتلا شد و درگذشت. عرشا اقدسی در تیر ماه سال 1361 در تهران متولد شد و در مرداد ماه سال 1400 توی پروژه سینمایی در بیروت به هنگام ضبط صحنه‌ای مربوط به چپ کردن ماشین دچار حادثه سنگین شد که به دنبال اون عرشا را به بیمارستانی در بیروت لبنان منتقل کردند. ایشون در 13 مرداد ماه سال 1400 در بیروت درگذشت. اشکان بانکی پسر اصغر بانکی تهیه کننده سینما بود که او برای اولین بار در فیلم سینمایی تومن در کنار محمد رضا گلزار و الناز شاکر دوست و بهنوش بختیاری حضور داشت. ایشون در روز 31 مرداد ماه سال 1393 بر اثر ایست قلبی درگذشت. علی انصاریان فوتبالیست، مجری و بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون بود که در تیر ماه سال 1356 به دنیا آمد و در بهمن ماه سال 1399 در سن 43 سالگی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. انصاریان از معدود بازیکنان ایرانی دنیای فوتبال بود که هم در پرسپولیس و هم در استقلال بازی کرده بود و سابقه حضور در تیم ملی را داشت. ایشون قبل از خدافزی از فوتبال وارد دنیای بازیگری شد. انصاریان در جریان یک برنامه اینترنتی به مناسبت دربی با دوست و همبازی سابقش مهرداد میناوند به کرونا مبتلا شده و چند روز بعد از مرگ میناوند او نیز در مقابل ویروس کرونا تسلیم شد و درگذشت و در کنار مزار پدرش به خاک سپرده شد. سعید امینی، بازیگر جوان کشورمون که در فیلم نفس عمیق به کارگردانی پرویز شهبازی بازی تاثیرگذار و ماندگاری رو ارائه کرده بود، با وجود پیشنهادات بسیاری برای بازیگری علاقه به ادامه کار در سینما نداشت. سعید امینی در روز 5 آبان ماه سال 1392 بر اثر گاز گرفتگی درگذشت. عارف لرستانی، بازیگر سریال های طنز نوستالژیک و متولد سال 1351 در کرمانشاه بود که در فروردین ماه سال 1396 به شکلی ناگهانی در اثر ایست قلبی و در سن تنها 44 سالگی درگذشت. لرستانی با سریال های کمدی جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری وارد دنیای بازیگری و طنز شد و در دیگر سریال های کمدی ساخت مدیری مانند
مانند قهوه تلخ، ویلای من و در حاشیه نیز بازی کرد. از دیگر کارهای لرستانی در حوزه تلویزیون میتونیم به محله گل و بلبل، مرد هزار چهره، نود شب، پلاک 14، کوچه عقاقیا و در حوزه سینما نیز به فیلم‌های معادله شام عروسی، مانی و ندا و ته خط اشاره کنیم. لرستانی پیش از مرگ در پستی در اینستاگرام خواسته بود در روستای پدریش در کرمانشاه و در کنار پدر بزرگش دفن بشه و همین اتفاق افتاد. حسین ابراهیمی بازیگر جوانی بود که در سال 1355 متولد شده و در بهمن ماه سال 1385 به دلیل سکته قلبی تنها در سن 30 سالگی درگذشت. شاخص‌ترین حضور او بازی در سریال کهنه سوار در سال 1376 در نقش حسین بود که در اون نقش جوانی بازی می‌کرد که علی‌رغم مخالفت‌های پدرش به کشتی روی آورد. علی برقی متولد آبان ماه سال 1357 در تهران بود که در 23 بهمن ماه سال 1399 در سن 42 سالگی در اثر آمبولی ریه در بیمارستان سینا درگذشت. میترا شیرخانی همسر او نیز در 13 فروردین ماه سال 1392 در اثر ایست قلبی درگذشته بود. برقی اولین بار سال 1371 با فیلم شرم به کارگردانی کیومرث پور احمد به دنیای بازیگری وارد شد و بعدها در سریال های ویلای من، بچه مهندس، دادستان و غیره بازی کرد. محمود کاکاوند متولد سال 1356 بود که در سال 1381 در اثر یک سانحه رانندگی در سن 25 سالگی درگذشت. کاکاوند که علاوه بر بازیگری در عرصه ورزش نیز فعالیت داشت، اولین بار با بازی در فیلم سام و نرگس به کارگردانی ایرج قادری و بازی محمد رضا گلزار در سال 1379 به شهرت رسید. در این فیلم نقش عبد برادر نرگس و دوست سام رو بازی میکرد. روحشون شاد و یادشون گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.